آره حال خب سلام چطورین این, این تایم شما باید یه فکری به حالش بکنیم داریم وارد مرحله گرسنگی میشه با اینکه <applause> من ساعت دوازده رو روب سه تا تخمر زدم دوازده و روب آره دیگه چجوری دیش دوازده و نیم زبط کنیم تو چجوری سه تا تخم مرغ خوردی خب دیگه نه یعنی تو صبحونه از... ویکندش هم که میدونی صبحونه کانتیننتاله آره خیلی از دوری اه... از داستان اونو دیگه نزدیک بگیر حالا بعد دوره پیکاپ میکنه <laughs> حواست تو به چیز مگه نیست این آدرس تیر آها یه دونه اسکین نه اون این اسکین ببخشید ما بس شما نیست دارانی نیست ما یه سری مشکلات عجیب تکنیکال خوردیم بهش به خاطر اینکه از راه دور زد میکنیم میکروفونا یه سری چیزایی که نوب پیکاپ کنه رو پیکاپ میکنه چون فایلا سامپل ریتشون متفاوت و اینا خیلی الان داشتیم فکر کنم یه 45 دقیقه قبل از اپیزود اول یا یعنی یه نیم ساعتی هم قبل از اپیزود دوم داشتیم سعی میکردیم که این مشکلات رو حل بکنیم خلاصه اگر که صدا هاتون تو این چند هفته بعد بوده شرمنده چه خبر همه چیز خوب؟ همه چیز آروم؟ کارون زیتون خوردی؟ جینجر <applause> <applause> جینجر از آه. چه خیلی حال میده من اصلا از وقتی شروع کردم تو چای جینجر ریختن خیلی تاثیر داشته فراد صدات عجیبه ها خیلی بده صدات خیلی بده یا هنوز الان هم بده خیلی بده الان باز بهتره ولی کل اپیزودو میخوایم اونجوری بشینی؟ دیگه چاره نیست میتونم بگم دستم میکروفونو یه ذره بره جلوتر اینو اون دوبلتره تا این کار آره حتی الان تکیه میتونه بده تا الان مشخص شد ولی اگه چیزی که چیزی هست بگم آ بگو ببخش بفهم این هفته ای که گذشت حرکتی که زدم رو بگم بگو من تو گفته بودم چند تا اپیزود قبل که رفته بودم ام و اینا و سمت پای سمت چپم قسمت حالا این روم سمت چپم توش دو تا قده خوشخیم چربی بود چربی هم یه خوشم و بدخیم داره بهش میگن قده خوشخیم و بدخیم داره یا یعنی یه بدخیم باشه که چیزه و ولی خب چربی بود یعنی ماهیت اون قده چربی بود از اینا که مثل توپ از زیر پوست میزنه بیرون آره کلا آره میشاخم بعد ببین عجیب اون تعداد خیلی زیادی آره مثل اینکه خیلی زیاده مثلا آدم ها یا دارن یا ندارن یا اگه دارن مثلا خیلی زیاد تو ان... تو جای مختلف بدنش هم میزدن بعد من خودم اینا کوچیک بود اصلا مثلا یه دو سال پیش فکر کنم شروع شد اینا بعد رفته رفته بزرگتر شد و اینا تا به جایی رسید که من مثلا کج میخوابیدم نمیتونستم درد میومد فشار بدن وزنم میافتاد رو پایین ترم وزنش میافتاد رو اونجا در کور رفتم دکتر و امارای و فلان و اینا ما رو فرستادم به یه جراح داخلی که بریم اینا دوتا رو در بریم بعد یارو که رفتم اونجا قشن <تصفح> گاف بود یه دونه انگشتر گنده رو دستش بود مثلا نمیدونم خفاش بود چی بود و اینا <تصفح> بعد دکتره مثلا با من فکر کردم حالا میرم لباس پوشیدن یه پرستار هست لاقل یه چیزی مثلا تیشرت ورزشش رو پوشیده بود دکتره به امید پرستار رفته بودیم مثلا ما <تصفيق> یاد <تصفيق> بعد اومد اونجا بعد گفتین آره دو تا نگاه کردن گفت خیلی اوکی یا اینا جفتش رو می‌خواد در یکیش و اینا بعد خلاص اون موقع تصمیم گرفتم فعلا یکیش رو در بیارم تا بعدا بعد اومد و چه کاری تو که تا اونجا رفتی دیگه دقیقاً ب... رفت نه خیلی شو دیگه به اون جفتش در میگفت که زخم مثلا اگه حالا عفونتی بخواد چون میگفت دو تا زخم میشه اگه عفونت کنه به دوتاش میزنه میگفت اینطوری منیجبل تره در کل آقا ما آم با من یه عادتی دارم مثلا میرم آزمایش خونی نابدم یه سری هستن که نگاه نمی کنن مثلا آمپولو اون لحظه رو نمیرم من باید ببینم یعنی من یه کرمه نمیدونم چی. بعد من کل این صحنه ای که ایشون پوست منو <applause> چاک زد و مثلا در و بر. همه اینا رو دیدم <applause> واقعا صحنه خوبی نبود یه سوال پرسم این مثلا چیزی که هست کانتین شده است یعنی مثلا وقتی چاک میزنه به صورت توپ خوش در میاد یا مثلا باید تخلیهش بکنن ببین چون خیلی نزدیک به پوسته یعنی زیاد نرفته پایین همون یه چند لایه از پوسته که چاک میزنن اون زیره ی... مثلا یه قده چربیه یا مثلا این با مثلا تخلیه آره. بکنن مثلا ذره ذره میمیکنش نه 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 قده چربیه مثلا توپ پینگ کوچیک تر آره البته تا در تا در به منم داشت نشون میداد که گفت یه, سری بچه هم زیرش هست گفت اینا بیبی ها که بعد مثلا یه جا رسید حالا حال همون دارم بعد می‌کنم استاد اینجور دیتیل یه جا رسید این زخم کامل کافی زخم چیز باز نکرده بود با قیچی منو برید یه صدای اومد گفتم بعد بعد اون ما. لحظه به این فکر نمی کنی اگه بی حسی بره چی میشه وای نه فکر کن یه بار آره من هم یه بار پام داشتم اون لحظه تمام فکرم این بود که الان بی حسی بره چی میشه چون برا من داشت می سوزوند پارو با لیزر بعد بوی سوختگی می اومد آه. آه. من بو رو حس میکردم ولی خب هیچ چیز دیگه حس نمیکردم هی اینجوری بودم که یه لحظه اگه بی بره من تو چه وضعیتی هم که کزت طرف از شنگ بوی سوختگی میومد و واسه اینکه مطمئنم بشه دورش هم سوزود کامل که دیگه هیچ چیزی نمونده باشه از محکم بود بعد ببین اینو در دوباره جایگزین نمیشه جای همین نه انگار مثلا البته خب احتمالش هست که بیاد ولی اینطوری نیست که مثل خالی نیست که مثلا بگن خاله دوباره برمیگرده شاید خاله شاید یه جای دیگه بدن چیز بشه دوباره همون حتی آقا ولی آره حالا چی شما میگین واقعا نمیدونم اون دومی ها فکر کنم نرم دیگه چرا نری تل... برو دیگه بابا ولی میرم ولی کار نیکو کردن کولن... از پر کردن است. ا... یارو خیلی آدم جالبی بود و میپرسیدی جا... به کی رعی میداد اگه آمریکا بود <متصفيق> خیلی جوابش واضح و هم بوده احتمالا <متصفيق> من فقط دور برم و برم های نگاه میکنم رو اگه قش کنم وسیله چی داره مثلا <متصفيق> چ... چیز احیا داره اینا دیدم داره وسیله داره <متصفيق> تو مد تابش بود یعنی فرست کلینیک بود کلینیک بله خیلی تجربه زیبایی و مرسی همیشه با ما شیر کن مخصوصا اونجایی که گفتی یه سری بچه چربی هم به اون اصلی وصل بودن. بچه رو بس او بودن. و اصلی بچه بودنش بودنش چربی رو تجربه کنم کیوتی بود بچه یه سری بیبی اینجا من رو میچینم برای این حرف چیه خیلی بریم سر اپیزودمون تا دیگه حالمون کامل خیلی خیلی, خیلی هم خورد از میکنم بریم یک دوسته سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزاد با ما هستن سلام سلام این یه سوال تمرسم چرا من وقتی میگم فرهاد و فرزاد با ما هستن خیلی با دیلی شما سلام میکنید معمولا نمیدونم چرا شما توی ذهن خودتون اینطوری که تا من میگم هستن شما سری سلام میکنی <applause> نه این برای من یه ثانیه دیلی داره تا شما من جملم تمام میشه و واقعا شما ف... سلام نه جملت خوب تمام باید بکنید بعد ما سلام آها آه آه از قصد پس اوکی چه خبر خوبی؟ همه چی آرومه؟ بر یه چای نواز فقط باید بخوری من های <applause> این اکسش شرکت با ما خیلی زیبا بود چی ها شرکت؟ بازی شرکت <applause> این او عکس بعدشه اصلا نیاز ندارم ببینم چیزی که اوه. نه عکس بعدش خوبه این اه... زانوه چرا شبیه زانوه نه این بالاتره چرا بالاتره ببین اینگه <بقی. بود> اصلا دارم با خودم سوال میکنم میگم ببین دوستان به خودت آ... میگی ببین آره موقعی که میخوام به خودش میگی ببین وقتی میخوام خودم و خودشو بیاره تو حساب آره بیام تو حساب ببین یه خودش بزنه <اي> این اپیزود 266 ماست من خواستم اول یه چند نکته رو بگم که شاید جالب باشه گفتنش اول اینکه ما هفته دیگه با محیاد قرار صحبت بکنیم از که دوست دارن در مورد ماجرات تحصیلی و حالا اومدن به کانادا و اینا بیشتر بدونن حتما اون اپیزود هفته آینده رو گوش بدن نه فقط کانادا فقط ماجرات تحصیلی به همه جاست آره آره حالا من تو کانادا مثلا گفتم کانادا ولی دنیا بعد دوم این که ما یه قراری مصاحبه بشه با همون هفته بعدش از سمت عزیزان بیونوشا که حتما اطلاعات تکمیلی رو در اختیارتون قرار میدیم که که قرار پخش بشه و اینا جالبه دیگه کمتر با خود ماها ها مصاحبه کرده ما بیشتر مصاحبه کننده بودیم نه مصاحبه شونده و شاید اطلاعات جالبی در بیاد ازش و سوم هم این که میخواستم اینم ما برای شب یلدا برنامه داریم نداریم فقط میفته دقیقا یک شنبه یک شنبه ما آخرمونه؟ نه یکی مونده با آخرمونه مطمئنی؟ حالا آره آره حالا میخوای نوارش فکر کنیم آره، آره، حالا آره، <تصفيق> <توم> <تصفيق> نه یعنی حالا همینطوری چون نوشته بودم اینجا دیگه از رو خونه ببخش اسم رو هم... اسمو کنیم بینوشاه من پشش بیو... بینوشاه ببخشید بینوشاه آره، من اشتباه گفتم من نوشتم پس حتما کامل چیزی که میخواستم تعریف کنم کارون شما داشتی در مورد اپل و اینا صحبت میکردی که آدم ها فکر میکنن گوشی جدید میاد حتما ببرن عوض بکنن مثلا پروسسور جدید میاد و پردازشگر جدید میاد و اینا نیاز اونا ما هفته گذشته داشتیم با کارون صحبت میکردیم این بلک فرایدی که میشه جمعه سیاه یه سری مثلا چیزای تکنولوژی قیمتش میاد پایین تر اگه مثلا پلن موبایلی داشته باشی مثلا قیمت ها میاد پایین تر موقع خوبی که اگر که بخواین عوض بکنین این موبایلتون رو اینجور چیزا رو بارسته کارون رفته پیش یکی از دوستای ما و اینا که ازش بپرسه که جوریه اون طرف توی از این مغازه کار میکنه بعد از من پرسی که موبایل که نمیخواد گفتم نه من موبایل نمیخواد فقط اگه خط تو بشه مثلا اون پلانی که داره رو عوض بکنه خیلی به نفع ماست بعد رفت و حالا منم دیگه عوض نکردم یعنی قیمت هایی بود که قیمت هایی که بود نزدیک بود به چیزی که من داشتم میدادم دیگه عوضش نکردم بعد چند روز پیش من قرار بود که برم تو توییچ لایف بشم و اینا فرهادم قرار بود بیاد بعد قرار ساعت ده شب ما لایف بشیم بعد مثلا ده و یک دقیقه آها من یه چرت زدم اول خوابیدم بعد بیدار شدم مثلا من گفتم من نیم ساعت میخوابم ساعت مثلا 6 شیش و نیم خواهیدم گفتم تو هفت میخوام. بعد میام خودکست رو تقریبا 90 درصدش رو ادیت کرده بودم گفتم میام آپلود میکنم و تمام میشه میرو بعدشم یه شام میخورم و میرم برای تویچ ببین بیدار شدم یه دم نه و نیمه ببین اصلا دیگه نمیدونی تصور کنی من چه جوری خودکست رو تمام کردم و کاور رو زدم و آپلود کردم و اینا ده و یه دقیقه بود به فراد زنگ میزنم جواب نمیده بعد خوش به من زنگ زده نه تکس دادی آره تکس دادم بهش تلپارانه به من گفته بودی ده میگه گفت آره من ده میام گفت نه من نه و پنج میام دیگه من داشت ده و یه دقیقه چی من نه و چل و پنج میام گفتش که نه و من گفت یعنی چی گفتم با اسکرین اسکینشات فرستادم رو موبایل من زده بود ده و یک دقیقه بعد اینطوری که من اصلا ببین یه داستان عجیبی شده بود <laughs> بیس زنگ زد تاسه داشت اصلا یعنی نمی ماها نمیتونستیم با هم دیگه کامیکیت بکنیم که داره چه اتفاق میفته زنگ زد و اینا با هم میگه که چی میگی میگم داش 100 و یه دقیقه اصلا هیچ چیزی تو هم میگی 945 میام مثلا 16 دقیقه گذشته هم موقع که داری میگی میام نو دیوان اصلا نوه میگم نو یعنی چی نوه ببین خلاصه یه روبی برای من طول کشید تا من برم تمام های تو خونه رو چک کنم ببینم این داره شو میگه یا من داره شو میگم اصلا تو کتم نمیرفت که موبایل اشتباه کنه دیگه به اینترنت وصله دیگه چجوری میتونه اتوماتیک هم الان بهت میگم اپل ویج... کلاک ویجت, ویجت کلاک رو داری استفاده میکنی نه 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 اصلا ساعت خود اون گوشه بالا سمت راست ساعت با... اصلیه ساعت اصلیه چیز هم مشکل داشت اونو نمیدونم ساعت هم بلی... سینکی شده بود نمیدونم آره آره یعنی سا... ساعت دستم اپل واچ با اون سینک میشه اونم رفته بود جلو یکی بریکین کرده بود توی نتورک تو و فارمزون تو کرد نه بعد بارمزون. حالا ببین حالا چقدر ذهن من خراب بعد میدم که کامپیوترم زده نه. و گفتم خب کامپیوتر خراب 100 درصد یعنی اصلا <applause> خب یه لحظه احنا... گوگل میکردی راحت میشدی دیگه دیگه اصلا دیگه به اونجا نرسیدی دیگه انقدر هول کرده بودم تو اون لحظه که مثلا من چی شد نیم ساعت شد دو ساعت و نیم که خوابیدم بعد ساعت گذاشته بودم برای خودم که مثلا هفت بیدار شم این کلا اسکیپ کرده بود یه سری ساعت رو این اصلا زنگم این بود آره، خب اصلا خیلی, خیلی دنبالش چی کردی؟ سرش کردی ببینی؟ دنبال دنبال دنبالش کرد اون یه رفته بود آره. خیلی عجیبه همچین چیزی خیلی مثلا من گفتم من رو گوشی خودم حالا جدیدن شروع اون میگم اپ میگم خود کلاکو خب. استفاده کردن اون همیشه چیزه اوت که سینک یعنی باز میکنی میبینی وایس داده مثلا روی ساعت یه ساعت خاصی برای همین من گفتم اونه ولی خود ساعت رو من ندیده بودم اشتباه کنه بعد چیز کردم خاموش روشن کردم درست شد یعنی من یه بار گوشی خاموش کنم روشن کنم درست شد ولی خیلی خ... خیلی خطرناک میتونه باشه یه سکت ناقص من اول به خاطر خودکست زدم گفتم وای دیر شد اصلا من اصلا آپلودش نکردم چون مثلا اگه اپیزود طولانی باشه مدتی که پروسس میکنه خیلی طولانیه مثلا تو بعد آپلود کنی 4 5 ساعت طول میکشه که پروسس بکنه گفتم مثلا اگه دیر بذارم اینا شب 6 صبح نرس و فلان و و و اینکه اصلا میام کل ذهنیت من ریخته بود به هم اون چند دقیقه که اتفاق افتاده بود بعد تهمت میزنم به فراد میگم توش نکن بلنش بیا دیگه میگم نه اصلا نو یه چیز ساعت نو گفتم خلاصه اینم از این بعضی موقع خود این شرکت ها می انگولکی میکنن که تو رو مجبور کنن بری جدیدش رو بخری فکر کنی که خراب و... بود حالا به نه, از... نه حالا به از این کامپیوتر رو از موقعی که اپراتینگ سیستم جدید کسی ریخته روی کامپیوترش یا نه من اه... چیز... بکسه. 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 آره آم. از موقعی که ریختم اصلا ببین کامپیوتر انقدر ضعیف شده این تا هفته پیشش خوب کار میکرده ببین اصلا الان صدای فنش دنیا رو برداشته واقعا منم از اینقدر ارتفاع میگیره اصلا نمیدونم چرا تا همیشه من مشکل باید. داشتم و همیشه مثلا کامپیوتر قبلی که مثلا 2010 خریده بودم تا 2017 داشتمش این یه آپریتینگ سیستم یعنی دو تا سیستم که عوض میکردی دیگه قاطی میکرد سند آبسولسنس آره دقیقا. اپیزود رفتی را جمش خب خب بله. خب نکنه این باشه چون من به خاطر گاراژ بند این کارو کردم اگه خورش بند که به دردمون نخورد. جونم برای تو بریم سر اپیزودمون. آماده اید. بریم بریم. کارمون. اوکی؟ یا حسین. یا علی تمام امام که هستن. شما چیزی شنیدید از من یا نه؟ نه. نه. گوشی من شروع کرد زنگ خوردن انداخ روی... کامپیوتر این این بابا که میخوان بچه رو <تصفيق> 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 داره آهنگ پخش میکنه خب بریم آماده ای آره جونم براتون میگه که من توی دو سه روز گذشته افتادم تو گرداب یوتیوب یا به قول خارجی ها رابیت هول که میگن این از چگونگی ساخت توپ گلف شروع شد به اینکه جف بیزوز نصفش مارمولکه <applause> و <تصرف> واکسنه جف بیزوس یا مار... چیز؟ جف بیزوس مارک نه نه جف بیزوس هم مار که <تصرف> <تصرف> آدم فضاییه و, و این که بیماری جدید که هست اومده دی این عوض کنه و با واکسن مارک مایکرو چیپ توی بدنتون جا بذارن و اینا که ترکتون بکنن تموم شد یعنی در حدیش نیست که <applause> من دیگه دیشب مجبور شدم در لپتاپ ببندم و از کامپیوتر و فضای مجازی کاملا فاصله بگیرم تو خونه زر را برم چون <applause> واقعا داشت فشار می اومد یعنی جف من کامل نیدم چیزی که داشتن آقا می و اینکه اصلا این حجم از شروری که داشت طرف تفت میداد با کیفیت خیلی بالا یعنی کیفیت تولید بالا داشت این اتفاق می افتاد و صدا عالی تصویربرداری نور و اینا و این مستند که حالا نمیدونم باید اسمش رو بذاریم مستند یا نه اه... اصلا داشت یه سری مثلا یه سری خیلی می میگفت بعد یزی بهت میگفت که تو میتونستی یه جورایی باور بکنی مثلا میگفتش که مثلا جف بیزوس از روز اولی که آمازون شروع کرد فقط یه کتاب فروشی نبود ذهنش این بود که مثلا بزرگتر بشه اینو بهت میگفت که باورت کنه بعد مثلا شروع میکرد یه سری ایده ایدولوژی دیگر رو بهت غالب بکنه که مثلا این با آدم فضایی در ارتباطه و اصلا ایده آمازون رو اونا بهش دادن داشی اصلا ببین یه چیزای عجیب بر همین اساس گفتم که بیام در مورد تئوری توته یا کانسپیرسی تیوری یکم کانسپیرسی تیوری مختلفی که وجود داره صحبت بکنیم اولش بگم که من اصلا فارسیش خوشم نمیاد حتی به کارو مثل زدم گفتم ببین واقعا ترجمه خوبش اینه تئوری توته است یا فرضیه توته است چون که یه سری چیز اصلا این تئوری توته یه کلمه جدی به نظر میاد خب مثلا خیلی بار سنگینی داره ولی بعضی از این چیزایی که بهش رفت میدن انقدر مسخره و به دور از واقعیت که اصلا نمیتونی توته اسمشو بذاری میگم یعنی واقعا حماقت بعضی این چیزا اول بیایم یه تعریف مناسب از این پدیده داشته باشیم تئوری توته به تئوری میگن که هر اتفاقی که الان یا قبلا توی تاریخ افتاده رو میدازن تقصیر یه سری آدم پرنفوز و دستیسگر این آدم, ها... این آدم ها هم که اکثرا آدم های مختلف بر این باورن که تعدادشون خیلی کمه قدرت مالی سیاسی نظامی خیلی بالایی دارن از علم بالایی برخوردارن و تمام امور دنیا رو هم کنترل میکنن یه باور دیگه هم وجود داره که هیچ کدوم از اتفاقایی که در دنیا میفته به ظاهر رو نباید باور کنی اصلا هیچ کدوم از اینا اون پشت پردش متفاوته و اصلا این اتفاقا میفته که حواس ماها پرت بشه که نفهمیم اونا دارن چی کار میکنن که به اهداف عشیزا. خودشون برسن و آره کار خودشون انجام بدن حالا بیایم چند تا مثال بزنیم با هم که بیشتر در مورد این بشیم هر که شما تصمیم گرفتی صحبت کنید انجام بدید زیاد فرق نمیکنه میخوایم اپیزود با هم بسازیمش ام... حالا بیام چند تا مثال به حال بزنیم که بعضی هاشم به نوبه خودش واقعا دردناکه دیگه یعنی اصلا وقتی میشنوی و فکر میکنی یه سری تعداد آدم زیاد هم چیزی باور دارن خب میتونه اذیتت بکنه ام... روزنامه تایمز اومد ده تا از ماندگارترین تئوری های توتر رو اه... که حالا توی دنیا اتفاق افتاده شناسایی کرد و حالا بهش اشاره کرده که من چند تاشو الان اینجا میگم و عزیزانم که من یه سوالم پرسیدم بودم توی اینستاگرام و توی, توی تویتر خود که هست خیلی به اینها اشاره کرده بودن یعنی اکثر چیزایی که میخوام صحبت بکنم همون حرفایی بود که عزیزان زده بودن اولیش ترور جی اف رئیس جمهور وقت و آمریکا در سال 1963 که آقای جان اف کندی در 22 نوامبر 1963 وقتش با یه لیموزین کروک بدون سقف فرکت میکرد توی دالاس با دو عدد گلوله یکی به سر و یکی به گردن ایشون جان به جان آفرین تسلیم کرد و اونجا فوت کرد بعدا مشخص شد که حالا چیزی که میدیا گفت و چیزی که دولت گفت گفتش که یه نفر رو گرفتن به نام لی هاروی آزولد که ایشون مجرم شناخته شد و به این نتیجه رسیدن که ایشون همدستی نداشته تنها بوده و تنها این کار کرده ولی خب یه نظر نظرسنجی کردن سال 2003 که نشون داد 70 درصد مردمان آمریکا بر این باورن که این اشتباهه و این تروره حالا یه پلن خیلی خفنتری برنامه ریزی عجیب تری روش شده بود و مثلا همین یه نفر نیومده یه تیر بزن تیر بزنه و رئیس جمهور رو بکشه بعضی هم میگفتن که خود سیایه ایشون رو کشت به خاطر یه سری اختلافاتی که داشتن با هم دیگه نسبت به حالا به کارگیری پلیسا و مقدار قدرتی که داشتن اون میخواد قدرتشون رو کمتر بکنه سیای میگن یعنی که سیاهی کش که این اتفاق نیفته بعضیا میگن که گنگایشون رو کشتن یه سری گنگ به خاطر اینکه برادر ایشون یه فشار مضاعفی گذاشته بود روی گنگ های اون موقع و میخواست حالا این در واقع کاری که اینا میکنن رو بتونه کنترل بکنه که بتونه از صحنه روزگار این گنگا رو حس بکنه تو آمریکا بعضی هم میگن که معاون اول رئیس جمهور اصلا این برنامه رو چیت که اونو بکشه خودش رئیس جمهور بشه ولی خب در که حالا هیچ از این اتفاقایی که دارم میگم هیچ ثابت نشد و در طول تاریخ این یکی از ماندگارترین تئوری های توته بود که به وجود مادی هست من یه چراغ من اینجا روشن کنم چون واقعا اصلا نمیبینه یکی از اون حالا چیزایی که تو صحنه جرم ضبط کردم خیلی هم راجع صحبت میشه و داکیومنتری اینام هست همون گلوله و اون پوکی که باقی مونده و خیلی از اون حالا جرم و اینا میگن که اون گلوله که الان هست و دولت داره میگه که این با این گلوله کشته شده اصلا ده. از تو اگه برگ گلم رد میشد یه اتفاقی روش میافتاد یه, خ... یه خراشی یه مثلاً یه ضربه بهش وارد میشد ولی میگن گلوله که از تو بدن انسان رد میشه یا یه و استخون رد میکنه نمیتونه به این خوشگلی و به این تمیزی در از اون به این تمیزی در بیاد داره گلوله اختصاصا خیلی راجع صحبت میشه دومیش که خب الان خیلی جدیدتره و همه دنیا هم دارن در صحبت میکنن همین مریضی و کنترل جمعیت یه مثالم زدیم این مورد ببین خر اصلا نگم براتون داشتم دیروز یه دونه برنامه داره 60 minutes توی استرالیا پخش میشه اعتمالا دیدین تو یوتیوب و اینا میاد مستند درست میکنه در مورد موضوعات داغ دنیا در 60 دقیقه یه برنامه خیلی خوبه که حالا از جهات مختلفم یه پدیده رو بررسی میکنم و در صحبت میکنم مثلا در مورد جفری اپسین اومدن برنامه ساختن در مورد شرکت های هرامی برنامه ساختن در مورد کلاهبرداری بعضی از بنگاه ماشین تو قسمت تعمیراتشون اومدن حالا برنامه ساختن اینا برنامه های مختلفی داره هر هفته یه برنامه هست و آخرش در مورد این عزیزانی بود که بر این باورن که اصلا این ویروس ساخته شده تا جمعیت رو کنترل بکنه جمعیت دنیا رو و ساخته شده که دی ای انسان ها رو عوض بکنه و ساخته شده تا با حالا اون واکسنی که هست یه چیپ تو بدن آدما بذارن که بخوان ترکشون بکنن ببینن کجا میرن چی میخورن چیکار میکنن و اینا و با افرادی صحبت میکرد که اصلا تظاهرات میکنن تو استرالیا یه دو نفر بودن که یکیشون اصلا سلبریتی قبلا آشپزی میکرده توی تلویزیون نشنال تیوی استرالیا میرفت مثلا درس آشپزی میداد و اینا و طرف اینفلوئنسر بوده برای خودش الان شده ضد واکسن و ضد این ها والا بیشتر که در میخونی خیلی جالب تر میشه چند تا نظریه هست که اصلا کرک ریزون. اولیش اینه که این مریضی ساخته دست بشره که خب خیلی جاها این ر... در واقع دیدن که این درست نیست دومیش دو این که این سلاح بیولوژیکی چین بوده بر علیه آمریکا سومیش اینه که این مریضی در یک آزمایشگاه کانادایی ساخته شده توسط یک فرد چینی که اونجا کار میکرده از اون آزمایشگاه دوزیده شده و حالا بعدا شیوع پیدا کرده در سطح دنیا چهارو میشه اینه که سلاح بالجیک آمریکاست بر علیه چین و پنجو اینه که سلاح یهودیا بوده بر علیه مسلمان ها و آمریکایی ها یه میخواستم آمریکایی هم بگم شی... شیش آنش اینه که مریضی برای کنترل جمعیت جهان بوده و هر کی واکسنش بزنه میمیره <تصح> که الان این هفته یعنی اپیزود کارون هم در صحبت کردیم دیگه اولش که حالا رئیس امورهای مختلف میخوام بیان اول این کارو بکنن که نشون بدن خبری هم نیست و هفتمیش اینه که این بیماری از طریق دکل های موبایل 5G به انسان ها وارد میشه به بدن انسان ها وارد میشه در حدی که توی آمریکا سه چهار تا دکل 5G رو آتیش زدن به خاطر که فکر میکردن داره این مریضی رو شیوع میده خیلی باله اینایی که حالا این تو این چند تا موردی که گفتی نشونه اصلا این خلاقیت نداره یعنی یکی گفتش این سلاح بایولوژیکی مثلا چین علیه آمریکا است دیگه در اومد یعنی آمریکا علیه چی هج... تمام جایگشته مختلفش رو گفتن دبه. دو اینکه قشنگ این آدمایی که حالا این آدم اینا رو در میارن و دنبال میکنن کاملا معلومه چقدر از علم به دورن همین بحثی که روی دکلای 5G میکنی کلی خب مطالعه اینا روش انجام شده و اصلا اون در واقع سیگنالی که این ساعت میکنه اونقدر انرژیش کمه که هیچ تأثیری روی بدن هیچی نمیتونه بذاره ولی خب کسایی که حالا دنبال میکنن این داستانا رو چون از علم دورند و این توضیحات هم براشون معناه. دیگه طرف باور میکنه که نه دیگه حالا یه دکل میتونه همچین کاری تو زندگیش بکنه حالا میگم دیگه یه مریضی به وجود اومد همه بر علیه همدیگه دارن شستن گوشتن کنار دیگه آمریکا بر علیه چین چین بر علاقی آمریکا علاقی بر علاقی. بر علاقی بر نداره علیه مسلمان ها و آمریکایی ها و اولاد هزار تا جایگشت دیگه که در صحبت کرد سومیش ایریا 51 که یه منطقه است در صحرای نوادا کنار بهشت دو عالم لاس فگاس که مردمان دنیا سالها بر این باورن که این منطقه فضاپیماها فضاپیماهای موجودات فضایی نگهداری میشه در اونجا حتی جسد موجودات فضایی اونجا وجود داره همچنین هاش هم ها هست آره حالا مردم و حتی خود من بر این باور هستن که اطلاعاتی وجود داره که در مورد حالا محل زندگی خارج از زمین که حالا در واقع موجوداتی که خارج از زمین دارن زندگی میکنن و این اطلاعات در اختیار عموم مردم قرار نمیگیره البته بگم که همین دولت آمریکا توی همین دوران قرنطینه و اینا اومد به صورت رسمی سه تا ویدیو منتشر کرد از اجسام پرنده ای که نشون میده که حالا نوع حرکتی که دارن میکنن سرعت و حالا اون جاده که دارن از تکنولوژی کنونی زمین نیست یا اگر هم هست الان حالا مالی کشورهایی است که هنوز نشون ندادن که همچین تکنولوژی وجود داره و اومدن گفتن که اینا آن ایدنتیفاید آبجکت و ما نمیدونیم چی هستن ولی وجود دارن که در نوع خودش هم بی سابقه بود دیگه تا بال با این کار نکرده بودن و حالا بگو بباش نه بگو اون توی پادکست جورگن اومد با یه نفر صحبت کرد بابلزار که میگفتش که من اونجا در واقع توی ایری 51 کار میکردم کارم این بود که از در واقع ریورس انجینیر بکنم مهندسی محکوس بکنم چیزها رو این سفینه های فضایی خارجی رو و ما داشتیم و مثلا س... گفت 11 تا مثلا اینکه اونجا وجود داشت و ما یعنی... آره آره خیلی این آدم معتبری گفت ما مثلا 11 تا یو اف داشتیم آره آره, اره, داشت آره و حالا البته د... اشاره کی داشت این بود که همون هم خیلی لیمیت محدودش می‌کردن یعنی این نبود که دسترسی به همه جا داشته باشه و فقط روی یه دونش داشتم کار می‌کردم من یه ولی خب مثلا تو طول تاریخ خب همه فکر کردن دیوونه است مثلا یه سری میگفتش که مثلا یه همچین تکنولوژی وجود داره که اون موقع هیچکس کس مثلا نمیدونست هم چیزی هست بعد که اینترنت در واقع گذشت و مثلا اطلاعات بیشتری پخش شد فهمیدن که نه همچین تکنولوژی که این میگفت اونجا استفاده واقعا می شده مثلا میگفتش که ما برای ورود به اون منطقه باید از یه از یه چیزی استفاده میکردیم که اثر انگشت رو یه جور خاصی میگرفت یعنی مثل مثلا فیلم ها نبود که دستتون رو و فلان و اینا و هیچ کس باورش نمی کرد تا مثلا یک سال پیش که واقعا یه همچین پروتوتایپی اومد و گفتن یه همچین دیوایسی وجود داره و این کار رو انجام میده و خب تا الان هنوز نتونستن دیسکریدیتش بکنن این شخص و, و خب اومد واقعا مثلا این صحبت رو کرد و خیلی جالب بود صحبت اینو... انجام اینو دا. اینو که گفتم یاد افتاد یه کانسپیرسی تئوری دیگه هست راجبه جنگ جهانی دوم نیرو هوایی ارتش آلمانه آه، آه اه... اونو میگن که آره هیتلر به یه نحوی دسترسی داشته به یه سری حالا مدارک مهندسی از همین اکسترا ترستریالا یعنی موجودات فضایی که این دنبال این بوده که یه سری سفینه فضایی خیلی پیشرفته بسازه ساسر بهش میگن یه واقع نیروی محرک آره نیروی مارکش فرق داره حالا مثلا با این موتورهای جت کامباسشن انجین و اینا که با چرخش مثلا این از زمین بلند میشه و اینا بعد میگن که خیلی هم پیشرفت کرده بود و ولی یه جایی متوقف میکنن تمام ریسرچ روی این قضیه رو هم. که دلیلش هم مشخصه چرا یهو یه تصمیم میگیرن این کارو بکنن بعد مثلا یه سری مکان اینا هم پیدا کردن که میگفتن آزمایشاشون رو اینا رو اینجا انجام میدادن بعد نیروی هوایی ارتش آلمان هم توی جنگ جهانی دوم خیلی نیروی قوی بوده یعنی اصلا برای همین اینا دست بالا رو داشتن چون قابل مقایسه مثلا با مشابه انگلیسیش نبوده لوفت وافه بهش میگن اونم میگفتن که حالا مثلا اینا اصلا دسترسی داشتن و برای همین انقدر پیشرفته بودن اینا. حتی و حتی تانک ایناشون هم یعنی توی چندین سال اول اصلا با تانک های چون کشورهای دیگه اصلا قابل مقایسه نبود یعنی اون چند سالی که اولش طول کشید به خاطر این بود که هیچ جوره نمیتونستن اینا رو کنترل بکنن نیرو هواییشون هم که اصلا دیگه اصلا یه دنیای دیگه, دیگه بوده بر خودش آه. بعد ام... که خب حالا این اریا 51 سومیش بود چارمیش ایلومناتی ایده ای که وجود داره که میگن سرمنشه تمام تئوریای های است این ایده, ایده ای ایلومناتیه و یا گروه های مخفی که دنیا رو کنترل میکنن البته دارد... گفتن در موردش نباید صحبت کنن حالا تو گفتی من نگرانم میگفتم میام بالا سرمون این ساعت گوشیت پس فکر فکر کنم بازی میخوام بهشون در سال 2004 یه مقاله اومد که مشخص که تعدادی از اعضای کاخ سفید و حالا کسایی که پوزیشن های سیاسی سطح بالا دارن و پوزیشن های مثلا توی وال استریت و اینا سطح بالا دارن عضو یه گروهی هن که مال دانشگاه یه گروه مخفی مال دانشگاه یل یونیورسیتی یونیورسیتی یونیورسی. یل چیز آمریکاست به نام سکالز اند بونز یعنی جمجمه و مثلا مستخان, آره که خب این به شایه ها دامن عجیبی زد دیگه ولی خب حالا این این وجود داره و اینا از این گروه بودن این مشکلی توش نیست ولی خب این در مقابل حال ایلومناتی و اینا اصلا این گروه خیلی کوچیکیه ایلومناتی چیزی که میگن اینه که اصلا دولت ها رو کنترل میکنه جنگ ها و بازار بورس و اینا همه دست ایناست و این ما همش بازی چیم اصلا گروه ایلومناتی اه... که بالاتر حالا داشتیم هم صحبت میکردیم میگن قرن 18 در آلمان تشکیل شده اصلا و باعث و بانی اون علامت چشم بالای اون هرم روی اسکناسی یک دلاری گفته میشه که این افراد تولید جنگ میکنن که بتونن ایده تک دولتی شدن دنیا رو غالب بکنن این چی؟ یعنی میان کشور رو میدازن به جون را هم جنگ رو میندازن، نامنی به وجود میارن که بعد بیا میگن آقا دیدی سن اگه که اینا همش یه دولت بود هیچ اتفاق نمیافتاد که اون موقع آدم ها خوردن من بهتون قول میدم اگر که تک دولتی بشه از و خاصی هم نمیافته یا مثلا فری ها که گفته میشه اینا دیگه قدیمی ترین گروه مخفی دنیا هستن فراماسون آره فری میسن بهش هم من... آره ایرانیش نمت... میگن فراماسون آره ما اونو زیاد شنیده بودیم اینو گفتی بر ما و با اینکه حالا سالیانه قشنگ مشخصه که پول زیادی هم به خیلی و اینا میدن اونا هم و مردم بر با این باورن که دنیا رو دست اینا میچرخه و اینا هم دنبال تک دولتی هن. حالا من نمیدونم تک دولتی چه گلی قراره به سر هم بزنه که همه دنبال تک دولتی هن تو دو این گروه ها ولی حالا من یه خاطره دارم از این فراماسون ها به قول شما می که تمپل های فراماسون مثلا زیاده تو ونکوور چند تاشو داریم ماشیناشو میبینید تو نه اصلا تمام ماشیناشو اون... کجا میبینید نه لوگو فراماسون رو پشت ماشینش رو نه ولی خب مثلا ساختمون هست که بالاش لوگو فراماسون داره توی وستفال هم یکی داریم و خب توی استرالیا هم اینا هستن و اینا چیز پنهانی نیست یعنی پنهانی نیست اینا خیلی اوپنلی دارن در زندگی میکنن و فقط جزو گروه و جالبیش اینه که من توی یه شرکتی کار میکردم توی استرالیا کنسرت ابی بود و این توی چیز توی یکی از این تمپل های فرماسون ها اونجا داشت برگزار میشد و به خاطر این ما هم خب خودمون رنت یعنی شرکت ما رفت و رنت کرده بود یا یارو هم میدونه اصلا قیافش به فرماسون هم نمیخوره چه برسه به این که کی تو فرماسون, فرماسون. بعد اصلا اینطوری که ما به خاطر این که مثلا ما بعد همه هنگی ما دو سه روز قبلش توی ملبورن هم بود ما با مثلا میرفتیم اونجا و اینا و خب حالا یه سری کار رو هماهنگی کردیم. اون کسی هم که بیشتر با مدیریت اون مجموعه در ارتباط من بودم من هم در دقیقه همین دقیقه همین مثلا های اول کار داشتم که نه مگه خب مثلا میشو فروموسون مثلا مگه نباید مخفی باشم مثلا اینا آدم میکشن شیطان میپرستن مثلا آویزون کاف فلان و اینا روزه اولش خیلی ترسیده بودم واقعا مثلا روز اولی اینطوری بود که مثلا قربان ببخشید با اجازهتون مثلا در اگه میشه واکنید ولی خیلی آدمای مثلا باحال و مثلا حتی حالا خود یارم میگفت من فراماسون یعنی من باش با بعدا صحبت کردم میگفت آره من فری میسونم و و اینجا رو مثلا من میچرخونم ولی خب دقیقا باورشون آرام... چیه چی ببخشید اینا باورشون دقیقا چیه ببین باور خودشون چیه یا باوری که مردم فکر میکنن چیه نه خود این گروه به چی باور دارن اینو حالا باور می گفت دینی من ازش نپرسیدم که باور دینی چیه ولی اینا به اه... به هایر پاور اعتقاد دارم به اینکه یه قدرت بزرگتری باید توی دنیا باشه یعنی حالا میتونه خدا باشه میتونه شیطان باشه میتونه هر چیزی باشه میگم من زیاد با یارو اونطوری گرم نگرفتم که ببینم واقعا چه جوریه ولی مثلا یارو منو برد مثلا یه موزه تور داشتن اونجا مثلا موزه رو به اون نشون داد مثلا یه مثلا مدالای مختلف داشتن که هرچی ردت توی این فریم مثلا بره بالاتر مثلا تو رو دیدی آره آره ما رو قشنگ دیسپلی داشت یعنی مثلا پنهانی هم نبود فقط مثلا با این برد مثلا یه راهروی که مثلا آدما توش رفت آمد نمی‌کردن اون روز چون سری میتینگ ها ایناشون هست که خب خیلی خاصه یه سری لبل خاص میتونن شرکت کنن و حالا دست دادنشون خاصه و دیگه بعد مثلا چند نفر از اون آشر به اون کسایی که راه نماهن که مثلا میگن برو کجا بشین اینا میگن آشر چند تا از اون آشر ها مثلا فریماسون بودن من با اونام صحبت کردم هم ایرانی بود تا. مثلا با اون یوران صحبت کردم اینا خیلی آدم های منطقی بودن از نظر من کیسی اونجا سر نبریدن آویزون کنن چون که بر باور <تصفح> باور عموم من ریسرچ میکردم اینه که اینا شیطان پرستن ولی خب بناهای آزادن دیگه یعنی اول بنیانگذارش سری یه سری بنا بودن که اسمم از همون می... اصلا اونجا فری آره. و توش هم واقعا مثلا جایی که هست جای قشنگیه مثلا که تمپل قشنگی بود توش تمیز نگه داشت با اینکه معلوم بود قدیمیه ولی تمیز نگه داشته شده و مثلا رنگش میکرد میگفت هر سال ما این دیوار این... اینجا رو بنا رنگ میکنیم سفید رنگش میکنیم یه yeah, و... میتونم این فریمیسن رو میخوایی بری بعدی آره بگو هر چی بگی میشه یه ذکر نامی بکنم یک نه ذکر نام مستقیم نمی کنم ولی نشونهای که میدم همه دیگه میدونن که یک متخصصی داره ایشون در ایران ایشون سخنور خیلی قابلی هم هست و اینا خ... یکی از متخصصه اصلی فراماسونری هستن در ایران <تص> 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 و ایشون استاد اینن بهشون ماهی بدی از توش مثلا نشونهای فراماسونری بکشه بیرون آره و این ها ای هست کلی کلیپاش کارون خود چرا اسمشو نمیگید اینجوری آقای آقای رائفی پور, را پور. تو نمیشه اصلا خیلی از زرد یعنی زرد و مال آدم... نمیکنه <تصفح> <تصفح> خیلی آدم پریه قشنگ مثلا از تو سریال های هالیوودی حالا بعضا این, این نیست که حالا چون ایشو ایرانی حالا یه سری تفکرات داره فقط این حرفو میزنه تو خود آمریکا هم افراد به این باورها هستن یا حتی این حرفایی که میزنن رو مثلا تصدیق میکنن تو سریال هایی که هست یا حالا تو یه سری ایونت هایی که برگزار میشه اینا میگن نشونه ها و نمادها فراوونه و زیاده ولی خب من نمیدونم حالا این نشونه ها هست چی کار میکنه با زندگی ما چه اتفاقی میفته تازه پولم باید بدی میدونستی برای جوین شدنش پول باید بدی انیال فی داره آره آره نه علکی نیست همینطوری اه... ورودی ورودی واقعا داره آره با پول بدی ولی خب میگم حالا اون صحبتی که من با این شخص داشتم اولش این بود که وای اینا اصلا اینجا میخوان سر ببر مام که ایرانی اصلا دیگه هم هم که دیگه زده ایرانی هم دیگه تو دنیا ای ایرانی <تصفح> باش خارج از ایران همه زد ایرانی <تصفح> <تصفح> گفتم اینا میخوان ما رو اینجا مثلا بعد تاریک میشد روز اول مثلا من گفتم من دیگه نیستم داشت من رفتم و مثلا ان شاء فردا صبح ولی خب با من خیلی منطقی برخورد کرد حتی میگم رفت مثلا اون چیزایی که تو ویترین بوده به ما نشون داد و اینا و جالب بود برای من داشتن عذرگیری میکردن <applause> نه حتی اصلا نگفت یعنی حتی مثلا پیشنهادش هم نداد یعنی من اولش به قول تو این پلیسیت مثلا زمینی داشته تو رو به سمتش می‌برده بعد تو نم. که عذشی میری زیر مجموعه میشی. می‌شی بعد تو خودت باید یه <applause> سری این کاریزما هم داشت نه اتفاقا یه مرد خیلی چیز بود خیلی گوگولی بود آره قد کوتاهی داشت کله توپلی Uh, جالب بود آدم با حالی بود uh, آخرین تئوری تو توتی... ای که میخوام امروز همش صحبت کنم فرود آمدن وسط ماهه اونم خیلی در مورد مختلف وجود داره تقریبا چل سال از وقتی که آقای نیل آمسترانگ اون قدم بلند رو برای بشریت برداشت داره میگذره ولی هنوز خیلی ها بر این باورن که این فقط یک فیلم بود و um, به خاطر اینکه میخواستن اون اسپیس ریس یا مسابقه تا فضا رو از روسیه نبازن تمام اینا رو به صورت ساختگی فیلم برداری کردن و من نسبت به اینم آدم صحبت میکنن و مشکلی هم ندارن حالا نسبت به اینکه با کی صحبت میکنی هم فرق داره بعضی ها میگن در اعماق ایریا 51 اینو فیلم برداری کردن بعضی ها میگن که اینو بر فراز تپه های هالیوود فیلم برداری کردن یعنی هنوز جاشم مشخص نیست ولی خب میگن فیلم برداری شده بوده و این فیلم رو گرفتن که بتونن آبرو خودشون حفظ کنن و گرنه هیچ وقت این اتفاق نیفتاده نظریه مختلفی هم مطرح میشه حالا بر علیه حالا این مون لندینگ یا این علیه. رفتن علیه مون لندینگ و رفتن بر سطح ما که مثلا که ساختگیه مثلا میگن حرکت اون پرچم آمریکایی که اونجا کاشتن به دور از واقعیت به خاطر که مثل وزش باد میمونه و اونجا به خاطر که در خلع بوده هم چیزی امکان پذیر نیست یا مثلا سایه هایی که دیده میشه انگار که چند منبع نور وجود داره ولی اون بالا فقط خورشید تنها منبع نور بوده مثل اینکه فضاپیما مثلا سوت و کور تاریک رفته اونجا هیچ چیز دیگه نبوده با اینکه حالا تئوری توتوی خیلی معروفیه یه نظرسنجی 1999 نشون داد که فقط 6 درصد آمریکایی یا فکر میکنن این پروژه ساختگی بوده 5 درصد هم اصلا که هنوز تصمیم خودشون نگرفتن ولی بقیه بر این که <تص> بقیه برای این که <تص> این کار انجام شده چیزی میخواست به این کارو؟ نه همین جالبه دیگه آره این این برای خود منم جالبه یعنی منم تو ایران بودم خیلی دعووش صحبت میشد برای اینکه بخوام دیسکریدیت بکنن آمریکا رو ما مدرسه که بودیم همین معلم پروریش ما یه بار اومد اینو گفت اه حتی, اه. حتی من مثلا نصف من... چیزایی که آمریکایی‌ها میگن دروغه یعنی اینا رو که درست. اصلا باور نکنید و اینا حتی مثلا میگن روی کره ماه و اینا اینام دروغ و اینا و من واقعا مثلا رفتم و چند نفر که مثلا نجوم بلدن و اینا پرسیدم و اون تو بچگی هم جواب درست حسابی نگرفتم از این من خدا ولی واقعا ذهن من مشغول کرد آمریکایی امریکایی دروغ میگن همش یعنی اصلا معلم پرورشی واقعا منبع علم بی پایانی بودن خیلی به ما حالا شما کانسپیرسی تئوری یا تئوری توتی هست که شما رو جلب کرده باشه شما دوستش داشته باشین من اینم بگم که هفته دیگه که نه هفته بعدش یعنی اپیزود بعدی که من قرار برم میخوام در مورد که چرا آدما اصلا جذب کانسپیرسی تیری میشن صحبت کنم و یه سری مثالا میزنم مثلا برای این زمین صاف مثلا در اون صحبت میکنم در اون هولوکاست میخوام صحبت کنم اینا اونا رو میخوام با مثال بگم ولی خب اگر که شما کانسپیرسی تیری توی زندگیتون بوده که شما رو جذب کرده یا شاید حتی الان بهش باور دارید میخواید صحبت بکنید یا یعنی اینکه آدم آدمای منطقی هستین من منتظر بودم این اخیرا رو بگید این کانسپریس که جدیدا خیلی معروف شد کیو ای همین در مورد همین مریضی است دیگه نه نه کیو میگه که چیزه حالا دوباره دنیا رو همه یه سری آدم دارن از پشت میگردونن و اینا بعد اینا همه علیه کیان آقامو ترامپ چون ترامپ داره با اینا می <تص> بعد چیز اینا مثلا سکس ترافیکینگ و نمیدونم چایلد ابیوز یعنی مثلا از بچه هاست استفاده کنن اینان و ترامپ داره با اینا میجنگه و برای همینه که اینا مخالف ترامپ هستند و مثلا میخواستن که پایتون رو سر کار بیارم بعد تو قشنگ اونجا میفهمی دیگه که چه هوشی پشت قضیه است که به شما میگه که آقای ترامپ که الان که داره از کاخ سفید میره بیرون داره یه چیزی رو امضا میکنه که بچه‌هاش مسئولیت قضایی داشته باشن چون میدونی کسی که تو کاخ سفید میتونه عفو کنه یه سری آدم ها رو الان داره او. دخترش و پسرش و و اون دامادش جرد کشنه رو داره عفو میکنه همین الان <تصفح> رفتنش. اون دامادش نگاه اون داماد آره همون آره همون همون آره بابا آره معروف بعد بعد مثلا بحث اینه که این که داره عف میکنه یعنی اینو یه کاری کردن دیگه کاری نکرده باشن که خب مشه. آره بعد ببین چه فکری پشت قضیه که این آدم رو دارن میذارن تو جایگاهی که داره با یه سری قدرت مقابله میکنه که این آقا خیلی دوست هم بعد حالا از اون بدتر این انتخاباتشون که بود اه، اه، کانگرس و چیز اقای پارلمان میگو یه سری نماینده رفتن که ساپورتر کیو یعنی تو ببین دیگه اونجا تو چه ساعتی رایگیری انجام اینو من خیلی دوست دارم اخیرم هست کیو اینان ولی خودت بهش باور نداری قاعدتا <weit play scholars> yeah, نه چیزی هست که تو مثلا بقیه کانسپیرسی تیری بدونم و تو مثلا ببین مثلا مثل من اون ایلینا برای من اینجوری که خب من میتونم بهش باور داشته باشم یعنی yani مثلا من برام قابل قبوله که توی این کهکشانی که وجود داره توی این حالا منظومه شمسی که وجود داره یه کره دیگه هست که میتونه شرایط مشابه داشته باشه و میتونه زنده زندگی مثلا در اونجا جریان داشته باشه نه بخشو این, کانسپیرسی یا... نیست تو تو داری راجع به احتمال صحبت میکنی اون حالا پارادوکس فرمیه این با اعداد و ارقام نشونن که پراببلیتی وجود همچین چیزی زیاده این اتفاقا من آره اپیزود این منطقیه که تو به این باور داشته باشی اون کانسپیرسی اینه که آقا اینا اصلا هستن و مثلا یه سری آدم فضایی اونجا جان اینا دارن روش تحقیق میکنن اونو من... ما نمیدونیم من به اینم میتونم باور داشته باشم که یه سری فلاینگ ساسر وجود داره در روی زمین حداقل مثلا ویزیت شدیم برای چیزی یه همچین اینفورمیشنی هست ولی خب دیسکلوز نمیشه آره اون که زیاده اون خیلی اطلاعاتی آ... هست که حالا کسی در صحبت نمیکنه آره فارسی <applause> اون حالا فلاینگ ساسر این بشقاب پرنده و اینا اصلا میگن زمین یه زمانی ویزیت شده توسط این موجودات فضایی بعد فکر کنم هم خودمون صحبت آره کردن. تغییر ایجاد کردن توی دی ای ما برای همین مثلا ما یهو یه باهوش شدیم میگن مغز مثلا توی بازه کمی اندازش سه برابر میشه میگن اینا در واقع اون تداخلیه که اون خارجی ها با زمینی ها داشتن و نه اصلا بچه دار شدن دو طرف از هم و مثلا یه همچین داستانی آره بعد مثلا یه سری, ا... اد... <applause> یه سری عدیان هستش که مثلا استورهاشون رو نگاه کنی نشون میده مثلا بچه هایی هستن که نصف انسان نصف پلنگ نصف یه موجود دیگه <applause> ولی <applause> <applause> حالا این مارک زاکربرگ هم داری تکرار میکنی واقعا بود آیری من خودم آره بابا. تصمیم صحبت خب. یه ویدیو اومده که توش داره خودش میگه که من میم انشاءالله دیدم داره میگه که من لیزرد نیستم مثلا مارمولک نه نه این من شده بودم که آدم فضایی اومدن مارک زاکربرگ داشتم میخونم که آدم فضایی اومدن مارک زاکربرگ رو بردن بالا باشه دیدی بستن بهش تلای فضایی میدن که این یه سری کارا رو انجام بده مگه بازی تو میگن تئوری توته ولی تو کنگره اه. که رفته بود صحبت میکرد مارک او. ای فاشو می میترسیدی <تصفح> این آره یعنی واقعا شک می‌کردی شرایط ام. همینجا قرار بگیرین سه <تصفح> نفر بشینن جلوت باز خواسته دو کانه همون رفتار انجام میدی این رفتاری که نشون میدادی این پلک نمیزده آره، مثلا شش خیلی آره خیلی معروفه میگن جوابایی که میداد حساب شده بعد صداش صداش مثلا انگار یه ربات مثلا داره اینجوری کلمه <تصفح> به کلمه میگه آره هیچ احساسی توش نبود نه قشنگ اینا شما یه داشتن فکر می‌کردن ما داریم مورد ایرانی شو یا نه مورد ایرانیش که بچه‌ها گفته بودن که کار کار انگلیسه اون شعره. نه اون حالا شعاره دیگه. دیگه اون کانسپیرسی نیست آره حالا تو ایران ما داشتیم چیز نابی در حد مثلا کیو اینان یه چیزی مثلا مربوط به احمدی نژاد اینو قطعا باید در می اومده که این داره آسان با قدرت اجاره مثلا نه اونطوری نداشتیم نه ولی تو ایران هر یادم هر زمینه بزرگ و هر پروژه بزرگ میگفتن مال رفسنجانی آره هیچ پایه‌ای نداشت هر اتفاقی که میفته یه ماشین خوب رد میشه ما رفتن چه من یه چیزی دیگه هم بود که یه مدت میگفتن ببین تو ایران جن و پری اینا داریم دیگه تلسم و ایناست اونا میتونه کانفیوز صدای ما چرا اینجوری شد شما بعد آره بم شد یه لحظه بمه الان بمه هنوز صدا الان بهتر شد یه لحظه بود فرزاد فرزاد مسجد شد <تصفح> 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 ها مثلا این جن و پری گست و اینا هست اینجا خیلی میده تلسم, تلسم تو ایران اینجا تلسم هست چرا به چیز میگن جادوگر میخوای یه فیلم کس. براتون از لیگ برتر جدیدن فرستادم نمیدونم دیدید یا نه دوربین پخش زنده از داره بازی رو نشون میده بعد یکی اون پشت میگه اجی مجی لات دید ندیدی نه چه توی گروت تلگرام یا بره... نه اینستاگرام آره تو ایران که تلس بودی تو فوتبال خوراکشونه اما این رو میگم یعنی مثلا این این وجود داره و دوانویس باور دارن اون خو... میره فکر کنم تو کاتگوری خرافات آره اون فکر کنم یک آخه آره مثلا مارک زاکر بگ بردن بالا بهش طلای فضایی دادن اون خرافه یا اون چیه اونم خرافه است خدا که مثلا جف بزوس مار مولکه بس این خرافه نه یه فکر فرق داره خرافه با کانسپیرسی الان حضور زن ندارم چه جوری میشه تعریفش کرد خرافه تمیزش کانسپیرسی اینجوری که تو مثلا یه چیزی میبینی داره مثلا تو میگه این مارک زاکربرگ که میبینی این مثلا فلانه ولی خرافه یه چیز ذهنیه تیرک دیگه مهتی یه فصل همش تیرک خود چی خوش نگرف نه <تذett��> اون مثلا خرافه میگه یه انرژی هست آره روحیه ولی این اصلا میگه آقا این مارک زاکربرگ حقیقی همینجور این داره این کارو میکنه یا ترامپ داره مثلا جلوی سیکس ترافیکی بابا زمین صافه اونم کانسپیرس دیگه خرافه نیست نه اینو میگه اینا اینو ببینیم یک کلیمی دارن یه ادعایی دارن مثلا ولی شما آره چیزای هم... سفر بر... خب من فکر کنم خیلی مشترکیم حالا داکیومنتری هم که میدیدیم می یا تو بیشتر معرفی می‌کردین خب من خیلی این یو اف او این آدم فضایی رو خیلی دوست دارم که باشه یعنی فکر کنم مثلا می‌کنم که یه سری یه سری هستن که پته مثلا چیز دارن آدم فضایی دارن من فکر کنم برعکس فکر کنم مثل آدم فضایی این که پته انسان دارن داشت آدم فضایی اینو چون اونی که تا زمین رسیده <applause> اونی که تا زمین رسیده یعنی تکنولوژیش از ما بیشتر بوده ما اونو نمیتونیم پت کنیم اون ما رو پت میکنه ببین انسان مثلا انقدر خود... نوب باش از اونجا بتونی با یه تکنولوژی پیشرفته بیای زمین بعد یه زمینی تو رو بگیر اصلا نمیشه اصلاً... اصلاً... از, از لحاظ اصلا حالا سیکشوال نه... اینا هستن برد دوستان داشته باشن مثلا یارو خیلی آدمه مثلا پولداری میاد میشه برده مثلا یه <applause> یه <یا> آره <آدم مثلاً... تصفيق> دیگه آدم فضایی هم لغزش میکنه برای اونم اونم یه چیزی میخواد نه آدم فضایی هم بخواد برده داشته باشه تو رو برده بشه تو رو یه کاری میکنه که برده داره اون بشی هر موقع هم بخواد مثلا ولت میکنه نه اینکه برعکس واقعا میدونی <applause> یعنی اون اون چیره است به دو غالبه دل تو صابون نزن اگه کسی قرار برده بشی شمایی آره توی ممکنه تو مثلا بعد اینم اخیرا یعنی با اومدن تو کانادا کانادا بودن اینو فهمیدم که یه سری اصلا به صاف بودن زمین اعتقاد دارن و میگن صد درصد زمین صافه اون خیلی به از خیلی جالبه خود ما تو ایران شعر هم داشتیم میدونم زمین صافه ما میدونستیم بله اون بله. ک... آقا آقام سیجل گفته بود ولی مثلا داکیومنتری و ایناشو که میبینید خب یه سری اصلا اینو میبینن باور میکنن مکسنس هم میکنه براشون چرا که نه ولی خیلی یکی از خنده این کانسپیرسی ها به نظر این زمین صاف دوکیمی... بودن زمینه داکیومنتری هایی که در مورد زمین صافه رو و تعداد زیادی مثلا با باور دارن یعنی فکر تو آره آره کنم گفت چی شست هزار نفر ممبر داره این بابا اینه. کنفرانس داره پیپر ساب میت میکنه ما یه بار رفتیم پیج کنفرانسش رو وا کردیم مشتی پیپر ساب میکنن اون تو اینه حالا <تصح> 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 یه دنه داکیمنتری بود که داشت بر علیه اینا سوال میکنم مثلا یه جوری داشت مسئله علیه علیه اینا احبا چرا این افتاده تو دهنم. ما منتظریم ما یه بر علیه بگه بپنیم <تصفح> داشت علیه اینا سوال نه آخر نه. اوائل گفت من چیزی نگفتم بعد دیدم این اپیزودو داره اصلا رو محور این لغت میره هی hey, دیگه گفت گفتیم دیگه بفرمایم <تصفح> <فهمت. دمه دمه. تصفح> اصلا طرف گفتش که آره اگر که دوتا چوب و بذاری رو زمین هر چقدر از هم دیگه فاصله داشته باشن اگر که زمین مثلا گرد باشه باید مثلا اگه نور رو میزنی این فاصلهش متفاوت باشه بعد همین کار که یه لیزر خفن گرفتن و اینا بعد میگفت ولی اینطوری نیست تو الان هر چوب و هر جا بذاری اینا یکیه و رفتن و گذاشتن اینا باید نه واقعا چیزه واقعا سطحش داره متفاوت میشه مثلا هرچ میرن جلوتر بعد یورو مثلا این توی وسط داکیومنتی بود که خب من دیگه چیزی ندارم بگم یعنی من واقعا فکر می‌کنم این واسه آزمایش انجام بدیم این فیل میکنه ولی واقعا داره درست انجام پخش کردن داکیومنتری این نشون که مثلا زمین اگر که چیز باشه دو تا چوب همسانو بذاری اگه لیزر بزنی همیشه اون همون نقطه رو میزنه ولی هرچی مثلا دورتر میشد این فاصله متفاوت میشد یعنی نشون میداد که زمین کروی داره بر یه یه قوسی بر خودش داره اون داکیومنتری که ساختن خیلی بعضیش خنده داره مثلا یکی دیگهش از بیگ فوت یا مثلا اینم بیگ فوت اون کانسپیرسیه یا اون اون خرافه است نه اونم کانسپیرسیه اینه حالا بعد... موزن... واقعا ب... من من فرقی بین آره. <تصفح> فرقش داره, <تصفح> یه... یه... مرزی توش هست آره اونم هست بازه شما چیزی داری؟ منم هم همین اینی که زمین صافه. اینی که خیلی ها در موردش مقاله میخونن و می نویسن و اینا خیلی بهم به جذابه. بعد یه چیز دیگه ایران یه کلیپی دیده بودم از یه ویدیو های حالا طولانی تر بود و این آقا توی, م... توی جلسه ای سخنانی داشتن میکردن یادم نیست اسمش چی بود بعد داشت شعر اتلمتل توتوله رو ایشون تزدیه تحلیل میکرد که اینا حالا نمیدونم منظورش کی بود ولی دشمن فرضی این این آهنگو این شعر رو ساخته که ما برای بچه ها به بچه همون یاد بدیم که مثلا سالهای بعد اینا منحرف بشن که مثلا عطل مطل بعد گاوه حسن نشیر داره آره عطل مطل میگن... یا حسن نر بوده چرا مثلا باید میدوشده حرف حرفای عجیبی تو این کلیپ زده میشد نمیدونم شما دیدین یا نه فکر کنم مسخره بوده این دوشه من اگه نه جدی نه ایشون خیلی خیلی کردیت آفیشیال هم دارن تو ایران یعنی خیلی ها قبولشونن از طب سنتی و طب اسلامیشون اسلامی. پرچم شده آره ولی حالا از... من خیلی برام جالب بود اون تو ایران بازم هست از اینا که همون آره فردادم آره گفت این آقا این آقا مثلا میگفتش که این کانسپریسیش این بود که میگفت انگلیس و دشمن پرزینا آدامس رو واسه ما که ما بخوریم و بجویم و بچه‌هامون هم بخورن و مثلا کوچیک در بیاد در آینده دست دما دستگاه حالت کوچیک میشه دستگاه سایز دستا. رو بله رو سایز حالت تناسلی بچه‌ها تاثیر میذاره و باعث میشه کی گفت که... مثلا سایز بزرگ خوبه ان شاء الله چون روش تحقیق کردن خیلی از استفاده آدم سایز خوردن مست... تا ما نداشتیم خلاص این مورد ایرانی خوب پیدا نکردیم ایمان اه... جوابای بچا چی بوده رو اینستاگرام اکثرا پرنس دایانا رو خیلی گفته بودن کردم نه هم میگم اونا رو میخوام هفته دیگه بگیم اوکی. با دلیل و منطق که چرا آش. مثلا میرن سمت اینکه زمین صافه مثلا آها. چرا اینکه پرنس دایانا رو مثلا مثال میزنن و اینا اه... میخوام در مورد اون سایکولوژی اه... چی صحبت بکنم که حالا اون... چرا ما باور میکنیم آره چرا آدم ها اصلا میرن سمت همچین چیزی ولی من همیشه برای خودم شخصا چیز بوده یعنی خودم و یه جورایی میبرم زیر سوال مثلا این بیماری که اومد یه سری حالت ریاکشن اولشون این بود که آقا اینو ساختگی و چین ساخت آمریکا و مر... مثلا من خودم حس کردم م... که آقا من انگار مثلا ذهنم مثلا نمیتونم به قول خارج بیرون باکس فکر کنم که آقا من تا بیماری پیش اومد کردم آقا بیماری دیگه حالا یه جوری اومده و باید باش دست و پنجه نرم کنیم ولی هیچ موقع اونطوری بهش فکر نکردم به،, به اون مسئله که آقا اینو شاید چیز کردم همیشه خودم فکر کنم من یه مشکلی دارم که اونطوری نمیتونم فکر کنم ببین حالا دو... اون اونجوری فکر کردن اشکالی نداره ولی بعدش آدم بره بره دنبال کنه دیگه فرض کن تو شک میکنی که این ساخته دست بشره بعد وقتی میری میبینی یه سری دانشمند هستن که رفتن مثلا دی ان ای, آر این ای کونز این رو ان ای در دیدن نه این مثلا تیره فلان این کاملا طبیعی جهش پیدا کرده دیگه خب حالا حرف اون رو قاعدتا باور میکنه ولی ای... من یه بگویم میخوام میخوام ایرانی ایرانیشو بزنم منم خودکار بیکاری یاد میاد میگفتن توش مواد مخدر گذاشتن آه. یه بود این خودکارایی که مثلا ما باش می نوشیم می گفتن خودکار مثلا بیک استفاده نکنین تو اینا آره ریختن یه شما مثلا بوی اون چیزی تریاک تریاک خیلی گرونه یعنی <تصفح> چیزی که ها رو معتاد میکنه و اینکه که بچه ها معتاد میشن از این سن مثلا خودکار چم علی اصغر مثلا استفاده بکنید ولی آره ولی بابا مثال خوب ایرانی ما داریم زمان احمدی نژاد من میدونستم از احمدی نژاد یه چیز خوبی در میاد یه ذره فکر کردم این هولوکاست رو میگفت کانسپیرسی دیگه میگفتش که اصلا همچین چیزی وجود نداشته اینو هفته دیگه در سوال حالا اپیزود بعدی آره ولی ما پروردگار کانسپیرسی ها رو داریم که رفت تو سازمان ملل چه جوری روت میشه یعنی <laughs> تو مثلا درجه حماقت تو کجاها میره که <transl> تو چیزم میتونی... هم نداریم دیگه هم جنس هم گفتن نداریم آره آره, تو آره. ایران, رحضی... ایران آره. هم آره همه چه هستن تو ایران نداریم <applause> حال نورم نداشت داشت <applause> آره نورشم گفتم آره نه قشنگ بود کارش خوبه اینجور آدمان که چیز میکنن دیگه آتیش میریزن هیزم میریزن تو آتیش این داستان ترامپ و احمد اینا از یه تیرن همه چیزی داری جالب برام بگی آره چند خبر میخوایم کاور کنیم البته جالب نیست اولی که میخوام بگم همیشه اه، اه، خبر ناراحت کننده و برمیگرده به جنوب ایران استان و شهرهای جنوب ایران حالا مشخصا خوزستان رو میخوام بگم که این هفته مثل اینکه بارندگی زیاد بوده و به خاطر اینکه حالا شهرسازی درستی نداره این استان باعث سیل شده دوباره و خیلی حالا خونه هاشون رفته زیر آب اصلا امکان زندگی ندارن دیگه و اصلا کسی هم نیست که جواب درستی بده و باید یادمون باشه که حالا این شهرهایی که تو جنوب کشور هستن واقعا یعنی پول نفتی که در میاد از این شهرها واقعا خیلی ناراحت واسه با... ناراحتیه که تو این خودشون خرج نمیشه واقعا و وقتی من خبر خوندم خواستم که بگم و, و یه ویدیوی هم دیدم از استاندار خوزستان که مثلا گفت که آقا نه با ما نیست با شهرداری مثلا حالا بحث فاضلاب بود بعد آره دیگه این ناراحت کننده بود این اتفاقی هم نیست که مثلا یه بار بیفته هر سال عینا داره تکرار میشه من پارسال همه موقع ایران بودم بارون شروع کرد اومدن بعد از قبل اینا پیش بینی کردن که سیل میاد او یعنی شهر اصلا یه جوری اهواز یه جوریه که بارون بیاد سیل میشه بعد من یادم من حالا در مادر بزرگم بودم از پنجره خیابونی که نگاه میکردی وسط خیابون یه خندق تور بود حالا به هر دلیلی اینجا خندق تصمیم گرفتن بکنن چون تو شهر لازمه دیگه یهو باید خندق باشه بعد این بارون که میکنی دیگه. ها؟ یا حواس آبتنی دیگه نه اصلا ه... خشک بود خوش. بعد شروع با... کرد بارون اومدن خب این بارون اومد و اصلا بارون که میاد همینجوری گل و میشوره خیابون کامل میشه گل و اینا بعد بارون کامل اونجا رو پر کرد و روش خوب. گل شد خب و روی خیابونم اصلا انقدر آبه بعد من تمام این مدت هی داشتم به همه میگفتم کسی که این خیابون رو نشناسه میفته اون تو چون نمیدونه اون وسط خندقه خب و این اتفاق هم افتاد یه ماشین رفت تپ افتاد توی اون خندقه که وسط خیابون کرده بود و این اتفاق هر سال هم همون موقع من یادم تلویزیون دقیقا همین چیزی که فرزاد میکنم نه فرماندار میومد شهردار میومد رئیس آب و میومد یکی میگفت کار اونه اون میگفت کار اینه ما اه... یه خاطره بگم جالب با باشه <تصفح> ما رفته بودیم اه... فکر رفته بودیم ساری و اون یه مدت بود که ما جو گرفته بودم اون خانواده اینطوری بود که تو چادر بخوابیم رفت بابا ما بند خدا رفت چادر گرفت و فلان و اینا ما بریم مسافرت تو چادر بعد رسیدیم اونجا و یه بلوار حالا مرکزی داشت که مثلا اکثر کسایی که مسافر بودن تو چادر مثلا اونجا اتراق کرده بودن و اینا یه دستشویی هم داشت مثلا بالاتر عمومی بعد ما رفتیم <تصح 1990> رفتیم اونجا دستشویی اینا دیدیم که این دستشویی مثلا یه دره مثلا اینطوری بود که تا مثلا فکر کن تا سر زانوت مد... چیز بود آهن بود بقیه شیشه بود ولی خب خیلی از این چیزا شیشه هم نداشت یعنی فقط, فقط... فقط یه تیکه اینقدر آهنه بود اینقدر آهن اونجا که باید کاور میکرد اونجا که کاور میکرد واقعا کاور نمیکرد یعنی اگه رد میشد میدید شما رو کامل و, هیچ کس هم جوابگو نبود ملت هم داشتن استفاده میکردن پدر ما برخورد پدر ما عید هم بود و اینا بریم کجا بریم شهرداری خب بابای ما بلند شد و ما برد شهرداری و شهردار رو پیدا کرد و هم از هزار تا چیز رد شدیم و اینا شهردار رو پیدا کرد داشت میرفت شهردار از اونجا و من با شما یه کاری دارم بله بفرمایید فکر کنم مثلا با من اومد مثلا تشکر بکنه بابت مثلا شهر زیبا اینا گفت شما میره با من یه جا بریم گفت کجا بیا یه جا بریم گفت کجا با من گفت دستشویی شویی ببینی غالب تویی کرد یه آره دی اصلا یه آره جا خونه با من یه نیست باشه بیام دست فکر یکی فتیش شهردار داره وای وای ببین رفیق شما مثلا یه دستشویی داری شما ببین روت میشه بری اینجا یه دونه شماره یک انجام بدی <applause> بعد یارو میره مثلا کارش کنه یارو مثلا یه ذره خجالت کشه گفت من دستو میدم درست بکنم فلان و اینا ولی بابای من تا اونجا میشد به این آروسی که انداخت فکر کنم بعد من اونجا مونده بودم که با, با... ایلی مثلا بعدا مثلا پشکار بابای ما رو اصلا دستشی رفت شرطا رو پیدا کرد فقط جلو همه که بیا هم بریم دستشوی واقعا اینجا رو بتونشون این نشون مان... بدم این شهدار پیشتاز دستشوی رفتم داده نشده اینقدر من خندیدم اینقدر من خندیدم اصلا هر موقع یادش یافتم چه جمله ای بود که بیان شما اینم این همونه دیگه این شرط رو به هم میگفتیم یه دقیقه بیا بریم تو کوچه ما یه زیبتا نشون بدم با دیگه دور بزنیم دیگه چی؟ فرداد؟ <تص> بود یه <applause> خبر دیگه یه خانوم 109 ساله 102 ساله ببخشید نیو از نیویورک که برای دفعه دوم این بیماری رو اخیرا گرفته و خوب شده و کلا از اول زندگیش هم که ویروس سپنش فلو فلو هم بوده و نمیدونم سرطان, آره سرطان هم ایشون داشتن و اینا و خلاصه خیلی کارشون درسته دیگه مثل اینکه ده تا آره شوهرشون که فوت کرده و ده تا خواهر برادر دیگه هم داشتن که همه فوت کردن و ایشون خدا شکر آره سالم هستند و... طرف نوشته بود که مرگ به ایشون زنی میزنه ایشون کوشیش رو دونات دیستر بخواه ولی ولی سوال من که تو سال دو سالگی چجوری دو بار کرونا گرفتی یعنی هر شب کلاب و اینا بودن شون. ولی خب اینو خیلی قابل ستایش دیگه فکر کنم مثلا از فامیل خودمون من ببینم مثلا کسایی که سنشون یه ذره از پنجا رد میشه دیگه همه خونه خوابیدن منتظرن که روزهای آخرشون برسه اینطوری نه این جدی میگم مثلا اون ذهنی وجود آره هست... نداره ولی تو مثلا خارج از ایران من اولین چیزی که خیلی برای من جذاب بود این بود که ما توی لیمولی محله که ما زندگی میکردیم یه خانومه رو من دیدم که فکر کنم قبلا هم گفتم اینو یه دونه چیز داشت این چرخا داشت که تو اون چرخه یه دونه کپسول اکسیژن بود و روی این صورتش هم کپسول اکسیژن بود و این رفت رو پیاده روی میکرد و این هر روز پیاده روی میکرد با کپسول اکسیژن و مثلا اون شرایط خاص مثلا بارون هم که میاد یه چتر هم میگرفت دستش ولی پیاده رویش رو میکرد و این خیلی برای من جذاب بود همیشه و همین آره این ای که گفته منم دیدم که مثلا حالا نه اینکه پنجاب بالا فکر, نه، حالا... فکر کنن ولی فکر نه... پیری میکنن و نه... این نه... کمتر دیده میشه این ور این میگم این همیشه اینو با این منم مثال میزن این خانومه رو که ما میدیدیم مثلا یه روح جدیدی در ما دمیده میشد که با دمشی همین این خانومه مثلا با این سنش و با این حالا م... مشکل جسمانی که داره همیشه داره کار خوش انجام میده مثلا سرزنده است و داره رو میکنه بخونه. دو تا خبرم بود فکر کنم یه جورایی میتونن تئوری تو هم باشن یکیش این بود که کره شمالی داره دلفین به دلفینا یاد میده که برن جنگ و حالا خاطرشون موشک بمنده آره مین های دریایی خونسا کنن یا مثلا خلاصه توی آب دلفینا چیز باش. و خب حالا اینکه من صحت خبر نمیدونم ولی مثل اینکه رادارایی که هست اطراف اطراف چیز کره شمالی همچین چیزایی رو رصد کرد یکی دیگهش هم این خبری بود که داره, دیگر... داره به میره دیگه <تصفح> <تصفح> تو چند نقطه دنیا اولیش فکر کنم تو یوتا بود یک اه... ده... میله نمیدونم چه جوری فلزی آره یه شی فلزی وسط کوه پیدا شد و خیلی خبرساز شد و گفتن این دوباره مال اه، اه، مجاز فضایی آره مجاز فضاییه و بعد هم همون اون که تو یوتا بود بلافاصله فاصله برداشته شد و دوباره خبری هم نعمد که کی برش داشت چه جوری برش داشت و تو رومانیا دوباره یه دونه دیگه اومده بود و تو کالیفرنیا هم انگار هست ام... قبل همه اینا ایمان میدونه ما تو اکباتان یه عالمه از اینا داشتیم هیچ اصلا نه خبری زد چه بود به یه سری چیزا میومد و میرفت نه از این خ... زیر پیلوتا رو یادته از این چیزای فلزی ما داشتیم خیلی وقتا رو زمین سر و کسیستن. بله جالبش این بود اول که همین مقامات رسمی رو پیدا کرده بودن اینا هی هیچ آدرس و نشونی ازش درج نکردن جایی هم پیدا نشد ولی سریعا حالا اون کوهنوردها و محلی ها اینا تطوی اونجا رو در آوردن و ازش بالا رفته بودن و حقه میزدن بهش ببینن چی توش هست و <تصفح> اومدن ک... جیپ هم یه عره. تبلیلی کرد باش عره. از محصول جدیدش پرده برداری که از زده بودن اونو به اونجا داشت شارج میشد <سخن> <سخن> خب ببینیم به آقا خیلی خب عزیزانم ما در تمام فضای مجازی اسمم پادکست توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با مورد اوتا مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا بر ما های صوتی تصویری و نویشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی برمیگردیم